حجاز یا حجازی به منطقه در جنوب ایران گفته میشد که امروزه اون رو عربستان مینامیم. این منطقه یک لهجه خاصی از عربی رو برخوردار هست که به اون لهجه حجازی هم گفته میشه و در خواندن قرآن به عنوان یک لهجه منبع و سورس انتخاب میشه، چون برمیگرده به طایفه قریش و اعضای خانواده هاشمی هم به همین لهجه صحبت میکردن و یک نوع عربی صاف و بسیار ساده هست که دارای یک لحن خاصه و امروزه هم قرا و کسایی که قاری قرآن هستن به این لهجه خیلی توجه دارن و میشه گفت که این لهجه نسبت به بقیه لهجه های عربی که بسیار زیاد هم هستن در مناطق مختلف که به زبان عربی صحبت میکنن از برتری خاصی برخورداره. کورت فریشلر که در باره زبان عربی تحقیقات زیادی انجام داده لهجه حجازی رو به عنوان یک لهجه نام میبره که دارای تنینه. اما از لحاظ موسیقایی حجازی یکی از 12 مقام موسیقی قدیم ایران به شمار میره. موسیقیدانان غربی در بررسی این مقام اون رو از یک دانگی برخوردار میدونن که مشترک هست با دانگی که در آوازهای یهودیان قرن 14 و 15 که مهاجرت کردن به شرق اروپا وجود داره. دانگی که میشه گفتش لا، سیب مر، دو دیز و ری داره. حجازی در دستگاه های 12 گانه فارابی قرار میگیره. بعدها عرب و ترک ها از این ایده استفاده میکنن و میبینیم که مثلا همین حجازی یکی از 52 مقام موسیقی مصر و سوریه و لبنان هست یا یکی از 8 مقام از 15 مقام معمول در عراق هست یا یکی از 10 مقام از 17 مقام معمول در مراکش و تونس به شمار میاد و این نشون دهنده اون تأثیری هست که موسیقی ایران بر این مناطق و موسیقی عرب و ترک گذاشته. صفی‌الدین هرمزی 3 قرن بعد از فارابی حجاز رو 66مین دور از ادوار 84 گانه موسیقی به شمار میاره که البته با فواصل تنینی مجنب، تنینی مجنب، مجنب، تنینی مجنب به عنوان حجاز متقدمان از اون نام میبره و یک حجاز دیگه با فاصله تنینی مجنب، تنینی مجنب، تنینی مجنب، مجنب نام میبره به نام حجازی که اون رو 54مین دور از ادوار 84 گانه خودش به شمار میاره. حجاز در بسیاری از منابع از ادوار ملایم موسیقی قدیم ایران به شمار میره و منصوب بوده به برج دلو که دارای نیم بانگ بوده و دارای 2 شعبه به نامهای سگاه و حصار. همونطور که امروزه هم میبینیم حصار در دستگاه سگاه هم اجرا میشه و به این شکل تقسیم میشده که حجاز خودش 2 شعبه داشته، سگاه و حصار، سگاه 2 شعبه دیگه داشته به نام حجاز عراق و روی عراق، حصار هم 2 بخش داشته به نام های ملانازی و کارساز. ترکیبات حجاز که ازش در موسیقی زیاد نام برده شده، حجاز بزرگ، حجاز بغدادی، حجاز عراق، حجاز مخالف، حجاز صغیر، از اوزان و بحور اصول هست این حجاز صغیر، حجاز نایب اسداللهی، حجاز کار، حجاز همایون و همچنین حجاز زمزمه میتونیم نام ببریم. اما در موسیقی امروز ما حجاز از گوشه‌های بسیار مهم آواز ابوعطا به شمار میاد. اگر ما بخوایم ابوعطا رو درش 4 گوشه رو مستتر بدونیم، یکی گوشه درامت هست، یکی گوشه سیخی هست، یکی حجاز و یکی اوج. در شروع ره و ابوعطای سول یا میکرون که هستیم، نوت لا که میشه 5مین نوت از شاهد شور بالاتر به عنوان نوت حجاز شناخته میشه و حال محور این نوت
گردش ها صورت میگیره. حجاز دائما دوست داره که برگرده به سمت عقب. با یک تحریرهایی دوباره میاد به این منطقه و با یک سری جمله برمیگرده به سمت عقب.